سومین ضرب الاجل تعیین شده از سوی ایران و شش قدرت جهانی نیمه شب امشب به پایان میرسد. آخرین تلاش ها در وین اتریش برای حل مسائل باقی مانده و البته به نتیجه رساندن مذاکرات که بیش از 18 ماه از آغاز آن میگذرد همچنان در جریان است. وزیر امور خارجه ایران در دیدار با همتای چینیش گفته معتقدم نباید تمدیدی در کار باشد، اما تا جایی که لازم باشد میتوانیم کار کنیم که به نتیجه برسیم. همکارم نیلوفر پور ابراهیم از وین با ماست. نیلوفر، از تازه ترین ها بگو تا الان چه اتفاقی افتاده و اینکه آیا هیچ نشانه ای از احتمال رسیدن به توافق الان اونجا میبینی یا نه؟ باید بگم تازه ترین خبر اینه که دقایقی پیش توییتر آقای ظریف یک توییتی رو منتشر کرد با این عنوان که اگر توافق جامع صورت بگیره، یعنی ما همه ما برنده شدیم، در حالی که همه ما میتونستیم بازنده باشیم به همین سادگی. این چیزیه که به تازگی منتشر شده. قبل از اون هم آقای ظریف دقایقی روی بالکن پلکوبورگ ظاهر شد، با خبرنگاران صحبت کرد. یک نکته جالبی که این توییت داشت اینه که برای اولین باری مذاکره کننده ارشد ایران از هشتگ ایران دیل استفاده کرده. تا قبل از این تمام توییت هایی که ما اینجا حداقل خبرنگاران از اون استفاده می‌کردیم یا می‌دیدیم بیشتر هشتگ ایران تاکس بود یا مذاکرات هسته‌ای، و این اولین باری که از این هشتگ دارن استفاده می‌کنن. توییتی هم از توییتر آقای روحانی منتشر شده بود که خیلی زود حذف شد، تنها دقایقی بعد از اینکه منتشر شده بود حذف شد، و این توییت آقای روحانی با این عنوان بود که توافق هسته‌ای یک پیروزی دیپلماسیه. این توییت ها در واقع یک مقدار جو و دوباره برد به اون سمت که طرفین به یک توافق رسیدن، ولی برای اعلام اون احتیاج به زمان بیشتری دارن. بخشی از صحبت های آقای ظریف رو بشنویم موقعی که اومدن روی بالکن پلکوبورگ و با خبرنگاران صحبت کردن. We are sick and tired. The time to go home. Hurry up. نیلوفر، آقای ظریف گفت خوابالود و خسته از کار. خب به هر حال روند خیلی طولانی شده، سومین ضرب الاجلیه که تعیین کردن. چرا رفت و آمدها خیلی زیاده؟ از سر صبح که با هم صحبت میکردیم رفت و آمدها خیلی زیاده، چی شده که انقدر طولانی شد این روند؟ ببین نگار، اگر طرفین بخوان، اگر که مشکلات و اختلافاتشون حل شده باشه و بخوان این توافق رو در واقع اعلام بکنن که بهش رسیدن، هم حتی زمان لازم دارن. به نظر میرسه که مذاکرات و گفتگوها در حال حاضر پایان پیدا کرده در اتاقهای پلکوبور. ولی آقای ظریف هم وقتی ازش پرسیدن که آیا امشب توافقی اعلام میشه یا نه، اشاره کردند که نه. بنابراین ما اینجا فکر میکنیم، احتمال این رو میدیم که طرفین احتیاج به زمان بیشتری دارن برای اینکه حداقل متن توافق رو آماده کنن، برای اینکه عمومیش بکنن، متنی که حدوداً 100 صفحه است به همراه زمائمش. از طرف دیگه برای اعلام توافق باید یک بیانیه مشترکی صادر بشه که از طرف آقای ظریف و خانم موگرینی اعلام میشه. این بیانیه باید ترجمه بشه و کارها و فعالیت‌های مقدماتی. بنابراین خیلی ها اینجا فکر میکنن که ممکنه این پروسه زمان لازم داشته باشه و اینکه احتمالاً تا فردا صبح طول بکشه. ولی با این حال، با توجه به اینکه هنوز هیچ گونه تاییدیه قطعی ما اینجا نگرفتیم از هیچ کدوم از مذاکره کننده ها، نمیتونیم این رو تایید بکنیم که طرفین به طور قطعی و یقین به یک توافق رسیدن یا نه. ولی به هر حال اختلافات گفته شده بود که تا قبل از این خیلی از اختلاف ها حل شده و موضوعات کوچیکی باقی مونده و اینکه فقط بحث بر سر یک آره یا نگفتنه. ما اینجا همچنان منتظریم تا خبرهای قطعی تری رو از طرف مذاکره کننده ها بشنویم.